قدرتمندترین ارتش افغانستان در 100 سال اخیر کدام است؟ ایجاد نخستین ارتش منظم در افغانستان به دوره امیر شیرعلی خان در بین سالهای 1825 الا 1879 در نیمه دوم قرن 19 هم دانسته می شود. ارتش امیر شیرعلی خان در برابر ورود نیروهای بریتانیایی و پیش از وقوع جنگ دوم افغان انگلیس فرو پاشید. در 100 سال اخیر ارتش افغانستان با تحولات سیاسی و نظامی دگرگونی های اساسی را تجربه کرده است. گاه قدرتمند و متکی به خود و گاهی فرو پاشیده. گاهی نیز مانند این روزها قدرتمند و با اقتدار. میر غلام محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ می نویسد ارتش در زمان شاه امان الله اقدامات برای مدرن سازی ارتش را روی دست گرفت. خرید اسلحه از کشورهای اروپایی، استخدام آموزگاران نظامی ترک و فرستادن برخی از افسران برای آموزش به خارج از کشور، در دوره کوتاه زمامداری حبیب‌الله کلکانی شماری نیروهای وفادار به او پایتخت را گرفتند و ارتش امان الله عملا فرو پاشید. ضعف ارتش از دلایل سقوط شاه امان الله گفته می شود. ژنرال محمد نادرخان که در 1929 پادشاه شد بنا به سابقه نظامی توجه ویژه‌ای به ارتش داشت. او ارتش منسجم‌تر از زمان امان الله ساخت. ارتش افغانستان در این دوره 40,000 سرباز داشت. در 14 سلطنت محمد ظاهرشاه بین سالهای 1933 الا 1973 وضعیت ارتش افغانستان بهبود یافت و شمار نیروهای ارتش به 90,000 نفر افزایش یافت. یکی از دلایل توجه به تقویت ارتش در این دوره همزمان با تشکیل دولت پاکستان در سال 1947 بود که بر سر خط دیورند مشکلات و رقابت بین دو کشور وجود داشت. در دوره 10 ساله که سردار محمد داوود خان بین سالهای 1953 الا 1963 نخست وزیر افغانستان بود، نوسازی ارتش در اولویت اقدامات او قرار گرفت. سردار داوود بارها از آمریکا درخواست کمک تجهیزات نظامی کرد، اما پذیرفته نشد. سردار داوود برای دریافت تجهیزات نظامی و مدرن سازی ارتش افغانستان به شوروی وقت روی آورد. و شوروی نیز با آغوش باز به درخواست افغانستان جواب مثبت داد. پس از 10 سال خانه نشینی، سردار داوود با ترتیب دادن کودتا توسط ارتش به سیاست بازگشت. سردار داوود به عنوان رئیس جمهور افغانستان بیش از گذشته روی ارتش تمرکز داشت. ژنرال نبی عظیمی که خود در تحولات آن وقت نقش پررنگی داشته در کتاب اردو و سیاست می نویسد در همان اوایل زمامداری داوود هیئت بزرگ شوروی به کابل آمد و قرارداد همکاری مشاورین نظامی روسی با افغانستان بین کابل و مسکو امضا شد. در این دوره ظرفیت ارتش افغانستان به 100,000 نفر با قابلیت جذب 200,000 سرباز در مواقع ضرورت افزایش یافت. همین ارتش مجهز با تجهیزات ساخت شوروی با انجام کودتای دیگر قدرت را از سردار داوود گرفت و به حزب دموکرات خلق سپرد. افغانستان بعد از روی کار آمدن نظام خلق در سالهای 1353 معادل 1979 و ریاست جمهوری نور محمد ترکی به 145,000 سرباز رسید. با مداخله شوروی در سالهای 1979 تا 1998 ارتش در وضعیت دشواری قرار گرفت و بسیاری ارتش را ترک کردند. بر اساس برخی از آمارها در سال 1984 از 70,000 سرباز ارتش نیمی از آنان فرار کرده بودند. در این دوره ارتش افغانستان تحت تأثیر جابجایی قدرت و روی کار آمدن یک حزب چپگرا بیشتر رنگ ایدئولوژیک به خود گرفت.
در دوره اشغال افغانستان توسط شوروی سابق، ارتش افغانستان نیز تحت سلطه و دنباله‌رو سیاست‌های شوروی وقت درآمد و نیمه از ارتش افغانستان فرو پاشید. پس از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان، ارتش قدرتمند و مجهز 150 تا حدود 300 هزار سرباز برای افغانستان باقی ماند. این برهه‌ای بود که شوروی تجهیزات نظامی پیشرفته را در اختیار ارتش افغانستان گذاشته بود. امین ارتش توانست حکومت نجیب الله را در حدود 4 سال در برابر هجوم مجاهدین حفظ کند. با ورود مجاهدین به کابل در 8 ثور 1371، ارتش افغانستان با فروپاشی از درون مواجه شد و بیشتر نیروهای ارتش جذب احزاب جهادی همتبار خود شد. در دوره گسترش حاکمیت طالبان، اگرچه شماری از افسران پیشین ارتش در جمع جنگجویان این گروه حضور داشتند، اما عملا از ارتش افغانستان نشانی باقی نماند. پس از حمله آمریکا به افغانستان در اکتبر 2001، حکومت طالبان سقوط کرد و در دوره حامد کرزی قرار شد افغانستان دوباره صاحب یک ارتش شود. یک ارتش 80 هزار نفری برای افغانستان در نظر گرفته شده بود. با اوجگیری شورش طالبان در چند مرحله، ارتش افغانستان از 86 هزار به 95 هزار رسید. پس از اینکه قرار شد مسئولیت تأمین امنیت و پیکار با طالبان به صورت مستقل به ارتش افغانستان واگذار شود، ارتش نیز از 134 هزار سرباز به 171 هزار تن افزایش یافت و در مرحله بعدی با ادغام نیروهای سرحدی و نصب عامه به ارتش، شمار این نیروها حدود 235 هزار نفر رسید. در 100 سال اخیر ارتش افغانستان 3 بار دست به کودتای نظامی زده است. در 2 دوره منجر به سقوط و تغییر رهبری نظام شده. عتیق الله امیرخیل که از نظامیان دوران چپگرا در افغانستان است و در جریان تحولات ارتش بوده میگوید یکی از دلایل گرویدن افسران و نیروهای ارتش به سیاست، میزان بلند آموزش ها و آگاهی آنها بود. او می افزاید در آن دوره اغلب نظامیان و سربازان ارتش جذب یکی از احزاب خلق و پرچم شدند. حزب دموکراتیک خلق موفق شد در ارتش بیشتر نفوذ کند. در حدی که به گفته آقای امیرخیل، محمد داوود در زمان کودتای 7 ثور دیگر توان مهار این کودتا را نداشت. شاه امان الله با ورود به جنگ 3 با انگلیس، استقلال افغانستان را به دست آورد. ارتش امان الله با کمک های بریتانیا در دهه های پایانی قرن 19 و اوایل قرن 20 با کمک بریتانیا ساخته شده بود، اما پس از استقلال متکی به منابع داخلی افغانستان باقی ماند. برخی از تاریخ نگاران مانند غبار معتقد هستند که امان الله با استخدام خارجی های مسلمان و دادن صلاحیت سوق و اداره به آنها، آگاهانه یا ناآگاهانه ارتش را تضعیف کرد. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی میگوید ارتش افغانستان تنها در دوره شاهی محمد ظاهرشاه و ریاست جمهوری محمد داوود مستقل بوده است. به گفته جاوید کوهستانی آن وقت مشاوران خارجی برای آموزش نیروهای ارتش حضور داشتند، اما این نیروها مستقلانه عمل میکردند. با باور آقای کوهستانی در این دوره امکانات و تجهیزات نظامی خیلی پیشرفته و حتی قابل مقایسه با کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان در اختیار داشت. جاوید کوهستانی می افزاید دلیل این که ارتش با همه امکانات و قدرتش در زمان نجیب الله عوامل ضد دولت را نتوانست سرکوب کند، تقابل ایدئولوژی دینی و کمونیسم، اشتباهات حزب دموکرات خلق از نظر برخورد اجتماعی و عدم شناخت فرهنگ مردم از سوی آنها بود. عتیق الله امیرخیل نیز باور دارد که قدرتمندترین ارتش افغانستان در زمان دکتر نجیب الله بود که تمام امکانات مدرن از جمله 580 هواپیمای مختلف جنگی در اختیار داشت و در حال حاضر نیز با گفته کارشناسان امارت اسلامی با غنیمت گرفتن تجهیزات نظامی از آمریکا و ارتش جمهوریت توانسته یکی از قدرتمندترین ارتش های افغانستان را در 100 سال اخیر تشکیل دهد که متکی به خود و منابع کشور باشد.